اولی حضرت، دو نفر رو ما میبینیم که من راجع به ایران صحبت میکنم، راجع به خمینی صحبت میکنم، دو نفر رو میبینیم از در آمریکا که با شاه فقید کینه میورزیدند. یکی برادر پرزیدنت کندی بود، باب کندی، و یک نفر دیگه کارتر. آیا دلیل خاصی برای این مسئله بود؟ آیا شما چیزی بود که تنها این دو نفر نبودن، واقعا وارد سیاست های که چی پشت سر ممالک پرقدرت هست، یک مقداریش برای آدم روشن میشه، یک مقداریش هیچ وقت روشن نمیشه. کسای دیگه هم بودن که یه خصومت شخصی داشتن با شخص علیزاده در وزارت خارجه آمریکا، حالا خدا میدونه چرا. بعد آیا برای منافعشون بود در اون منطقه، یا اینی که تحت تاثیر عواملی که مخالف سلطنت بودن با اینا صحبت میکردند و گفتگو میکردند و از ایراداتی از ایران میگرفتن. و هر صورت با وجود اشکالاتی که ما در ایران داشتیم، به هر صورت کدوم مملکتی است که نداره، مملکتی که به خصوص در راه پیشرفت هست. ولی امروز فکر میکنم که ایران زیادی داشت قوی میشد، ایران زیادی بلند صحبت میکرد. ایران موقعی که علازت میگفتن که نفت یک ماده پرارزشیه و ما مجانی نمیتونیم بدیم، آقای وزیر اقتصاد یا انرژی آمریکا اون روز گفته بود که شاه دیوانه است، هیز نات، در صورتی که امروز دارن حرف از صرفه‌جویی در انرژی و این چیزها میکنند. ایران زیادی قوی شده بود و به هر صورت یادمون نره که در زمان جنگ سرد بود، شوروی اونجا بود، همه منافع خودشونو داشتن و خب گروه های مخالفی هم که به دلایلی مخالفت میکردن با سیستم، همه اینا دست به دست هم داد که امروز به اینجا رسیدیم. و همطوری که میگم، اگر واقعا آقای کارتر به دنبال حقوق بشر بود، حقوق بشر در ایران چطور شد موقعی شاه از ایران رفت دیگه مثل که ایرانی هیچ حقوق بشری نداشت؟ یک دفعه ما نشنیدیم ایشون از حقوق بشر ایرانیان در ایران صحبت بکنه. و تمام این خارجیانی که بعضی از روزنامه ها که مقالات آنچنانی می نوشتن راجب حقوق زن، راجب حقوق سیاسی ایرانیان و استادان دانشگاه و هنرپیشگان و غیره و غیره، کجا هستن امروز بعد از اون که این همه فجایع به سر ملت ایران آمده؟ می دونید همه اینا یک علامت سوال بزرگه، که البته اینقدر علامت سوال نیست، برای اینکه آدم فکر میکنه که شاید تمام این چیزا به هر صورت به نفع بعضی از منافع خارجی بوده، که به نفع ایران. اگر ایران بود، نه شوروی جرأت میکرد به افغانستان حمله کنه، نه جنگ ایران و عراق میشد، نه میتونست جنگ به قول اینا خلیج فارس بشه، عراق و کویت. و از این جنگ ها کی استفاده میکنه؟ نه عراق استفاده کرد، نه کویت، نه ایران، نه افغانستان. در اینجا یاد جنگ عراق میفتم که واقعا اگر در سالهای اوایل سال 70 پیش از قرارداد 75 الجزیره راجب اروند رود بین عراق و ایران، عراقی ها گفته بودن که اگر یک کشتی ایرانی روی اروند رود بره با پرچم ایران، ما خواهیم زد. پرچم ایران برافراشته بود، کشتی ایرانی روی اروند رود رفت و عراقی ها جرأت نکردن یک کلمه بگن. و این واقعا جنگ ایران و عراق یکی از بزرگترین بدبختی هایی بود که به سر ایران آمد، که اگر واقعا دخالت رژیم اسلامی در کارهای عراقی ها نبود و از بین بردن این همه افسر و خلبان و درجه یک و فوق‌العاده که بعضی‌ها هم مجبور کردن که به ترک وطن
دست بزنن، هیچ وقت عراق جرأت نمی‌کرد به ایران حمله